کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد خواستار افزایش حمایت بین المللی در راستای تلاش های بشر دوستان در سودان جنوبی برای مواجهه با باران و سیلاب های در این کشور شد. گفتنیست، است حوادثی که برای چهارمین سال متوالی گریبانگیر این کشور بوده و با شتاب و با شتاب گرفتن بحران آب و هوا احتمال وخیمتر شدن آن نیز می رود. در حال حاضر دو سوم کشور سودان جنوبی با سیل مواجه است و بیش از 900 هزار نفر مستقیما تحت تاثیر این شرایط قرار گرفتند. سیلاب خانه ها و دام ها را با سیلاب خانه و دام‌ها را با خود برده هزاران نفر را مجبور به فرار کرده و بازی را آب بردن بخش های وسیع از زمین های کشاورزی موجب تشدید وضعیت استراری کم بوده قضا شده است. در همین حال تخریب فاضلاب و آلوده شدن منابع آب خطر شیوع بیماری را افزایش دادند. تمامی جاده های ورودی و خروجی غیر قابل عبور هستند و تنها راه های نجات برای رسیدن کمک های بشر دوستانه به جمعیت 460 هزار نفری آوارگان قایق ها و باند فرودگاه است. اردوگاه های آوارگان سیل و درگیری های داخلی این کشور پایین تر از سطح کنونی آب قرار دارند و تنها محافظان آنها از سیل صدهایی هستند که توسط سازمان ملل دولت و خود ساکنان به شکل تپه های بزرگ و فشرده از خاک احداث شدند. سودان جنوبی که در بیشتر تاریخ کوتاه خود در جنگ داخلی تخریب شده قربانی خشونت گسترده بین جوامع داخلی خود بوده و از تأثیرات ویرانگر تغییرات آب و هوا و ناامنی شدید غذایی که 60 درصد از جمعیت 11 میلیونی این کشور را تحت فشار قرار دادند رنج میبرد.